محمد رسول الله لا إله إلا الله علي ولي. Those whom they call beside Allah do not create anything and they are themselves created. Quran 16:20. Those whom they call besides Him do not answer them in any wise. 13:14. Those whom they call beside Allah do not create anything and they are themselves created. They are dead and lifeless and are not aware when they will be resurrected. Quran chapter 16:20-21. These three verses are always repeated by Wahhabis to reject Tawassul, while even Sunnis believe in Tawassul. Sunnis and Shia say that these verses refers to the idols because Allah subhanahu wa ta'ala compared the idols to the dead people. So let's see what did Wahhabi scholars interpret about these verses in their sources. Ibn Usaymin. از مفتیهای سابق عربستان سعودی کهشون خیلی به هر حال جایگاه داشت در عربستان سعودی کتابی داره شرح العقیده الواسطیه در این کتابشون المجلد الاول چاپ داره ابن جوزی 1421 ایشون هم دقیقاً همین مطلب رو صفحه 115 از جلد اول همین مطلب رو ایشون هم خدمتتون عرض کنم نقل میکنه فالاصنام الذی تعبد من دون الله لا یسمعون ولو سمعوا ما استجابوا ولا یبصرون این بودهایی که شما مشرکین عبادت میکنید اینها نمیشنون اگرم بشنون کاری ازشون بر نمیاد نمیبینن اینها چرا چطور مگه ما نمیشه بودها نشنون و نبینن کما قال الله عز وجل خدا خودش گفته والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون این بودهایی که شما میخوانید اینها رو و عبادت میکنید عبادت کلمه عبادت اینجا یدعونه اونها عبادته خود اینشون گفته دیگه اینها اینایی که عبادت میکنن اینا نمیتونن چیزو خلق کنن خودشون مخلوقن امواتون غیر احیا فهم لیس لهم سمع فهم یعنی اسنام لیس لهم سمع ولا عقل ولا بصر حتی اگر اینها رو هم داشتن مستجابو توانایی جواب دادن نداشتن دو تا دیگه هم نشون میدم محمد عبدالرحمن خمیس کتابی داره به نام شرح رسالت تدمریه که اینجا باز حرف ابن تیمیه در واقع نقل میکنه ایشون استاد دکتر محمد بن عبدالرحمن الخمیس رسالت تدمریه آقای ابن تیمیه خب خیلی معروف هست کتاب معروفی هست صفحه 343 دقیقا همین مطلب رو نقل میکنه و قد جاء القرآن بذلک یعنی که خداوند اموات رو میشه جمادات رو میشه بگیم مرده یا مثلا کروکور و لال و این مسائل چرا؟ چون توی قرآن اومده والذین یدعون من دون الله خب کیا هستن اینا؟ فهذا فی الاصنام و هی من الجمادات قد وصفت بالموت اینم داره همین حرف رو میزنه اینم وهابیه ایشون اولا دکتر هستی که همه میشناسش دکتر محمد عبدالرحمن خمیس از اون وهابی های معاصر و معروف و مشهور هست که در کشورهای عربی دیگه همه اینشون رو میشناسن من توی برنامه مکتبه شامله سرچ زدم خب همین اسنام رو با آیه تدعون من دون الله نتایجش اگر ببینیم حالا اگر سرعت چیزی خورده کم هست نزدیک به 500 نفر از علمای اهل سنت در این کتاب ها برها دقیقا همین مطلب رو گفته بودن مشرک شدن یعنی یدعون من دون الله رو به اسنام خدمتون از کنم تفسیر کردن